خدمت علاقمندان ورزش، مردم درجه یک ایران و ایرانیان در هر کجای دنیا که هستید سلام و عرض ادب میکنم. بسیار ممنونم که ما را همراهی میکنید، هم در برنامه سود، هم در سود پلاس در اینستاگرام و یوتیوب. خدمتتون عرض بکنم روز گذشته چهارشنبه خبری در رسانه‌ها، خبر که تصاویرش هم پخش شد، این ورود خودروهای لاکچری توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران. و حتما میدونید که رفتن در نهاد ریاست جمهوری و سهمیه گرفتن، هر بازیکن میتونه یک خودرو یا یک اتومبیل گرون قیمت خارجی وارد کنه، برای اینکه رفتن به جام جهانی و جایزه‌ش رو گرفته بودن. این گرفتن جایزه ها، این گرفتن هدایا هیچ اشکالی نداره، اما زمانی که این بازیکنان دیدن در قیام زن زندگی آزادی جوانان ایران به خاک و خون کشیده میشن و ککشون هم نگزیده بود، یعنی تکونشون نداده بود، رفتن به نهاد ریاست جمهوری، از همونهای جایزه هاشون میگرفتن، هدایاشون میگرفتن که مردم ایران به رگبار میبستن، مثل کیان پیرفلک، مثل خدانور، مثل مهسا امینی، سارینا و همه اینهایی که فن فوتبال بودن. مثلا سارینا طرفدار دورتموند بود، کیان طرفدار پرسپولیس بود و خیلی از جوانان و نوجوانانی که حمید روحی و بسیاری دیگه. اما این بازیکنان رفتن به مردم پشت کردن، با حکومت همراهی کردن، با این حکومت فاسد آدم کش رفتن، هدایاشون هم گرفتن، تصاویرم بود. مثلا مهدی ترابی برداشته بود، مازراتی وارد کرده بود، سردار آزمون رنج روور ولار، احمد نوراللهی پورش ماکان و بسیاری دیگه شون. جالب بود اینا هم همون زمانی که در جام جهانی بودن اومدن گفتن نه با ما این پولا رو گرفتیم رفتیم به خیریه کمک کردیم. و این تصاویر چیه در گمرک بوشهر دارن پخش میکنن؟ تصاویری که ماشیناش هم مشخص بود. شرف و حیثیت کجا میره؟ تا کجا؟ مردم ایران رفتن، به خصوص نسل جوان و نوجوان رفتن تو خیابونها به خاک و خون کشیده شدن، بسیارشون که اسماشون الان نیست، جنازه هاشون پیدا نیست، اما بازیکنان تیم ملی با خیال راحت بدون هیچ غیرت و تعصبی رفتن ماشیناشون رو گرفتن بیارن میلیارد ها تومن پول بزنن به جیبشون. رنج روور ولار سوار شه، آقای سردار آزمون، مهدی طارمی، کسای دیگه که تو پول دارن قلط میزنن، در لیگ اروپایی دارن بازی میکنن، پول به دلار و به یورو میگیرن، اما ذره ای احساس مسئولیت در مقابل مردم ندارن. آقای طارمی، افراد دیگه که رفتید خوش خدمتی کردید، بالاخره زمان در زمان بهترین داوره و مردم ایران میدونن کیا باهاشون هستن و کیا در مقابلشون. این در تاریخ ثبت میشه که کیان پیرفلک به رگبار بسته بشه، سردار آزمون و مهدی ترابی دوستان دیگه‌شون برن ماشینای لاکچری سوار شن. دمتون گرم، واقعا فوق‌العاده بود. مردم ایران شب و روزتون خوش، مطمئنن برنده اصلی و قطعی و نهایی شما خواهید بود. ارادتمند همتون.